جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. ابری و بارانی با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه در ارتباط با ترور محسن فخری زاده در ایران عرصه بین المللی میگذرد در رأس خبرهای مربوط به ایران است. نظرات مختلفی در این زمینه ابراز شده است. در میون خواهیم گذاشت این موضوع رو با آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز. و شما به عنوان یک دیپلمات پیشین و کسی که به طور دقیق دنبال میکنه اوضاع ایران رو به ما چه خواهید گفت؟ این ترور رو چطور ارزیابی میکنید؟ شما در ابتدای برنامه یک سری از اخباری رو مطرح کردین که در واقع نشون دهنده این بود که جمهوری اسلامی در بعد تروریست در کشورهای اروپایی در حال محاکمه بود و یکی از دیپلمات‌هاش که در واقع یک فردی که وابسته به سیستم هست و با مسئولیت دیپلماتیک اومده در کشور اتریش در واقع مجری یک طرح تروریستی بوده با چند نفر دیگه. و از طرفی هم دیدیم که 3 تروریست دیگه جمهوری اسلامی رو که در بانکوک در زندان بودن در قبال گروگانگیری که جمهوری اسلامی کرده بود در قبال یک فرد استرالیایی آزاد شدن. این اخبار در واقع در فضای مجازی و در بین برخی از دوستان ما در داخل ایران اینگونه در واقع تفسیر شده که میتونسته این اتفاق در واقع توسط خود رژیم برای اینکه بتونه مظلوم نمایی کنه و از این وضعیت تروریست در واقع خودش رو خارج کنه با توجه به فشارهای بین المللی که روش هست میتونه در واقع دست خودشون باشه، چون عملا یک همچین فردی که با یک همچین مشخصاتی که رژیم داره ازش صحبت میکنه و یه همچین سیستمی که در واقع ایشون داشته حفاظت میکرده، اگر بخوایم بگیم کار در واقع گروه خاصی نمیتونه باشه، یا بعد در واقع همین شایعاتو بپذیریم که کار اسرائیله، یا بعد بپذیریم که کار خود جمهوری اسلامی بوده. به نظر من و دوستانم بیشتر کار خود جمهوری اسلامی میاد و در واقع این کار رو انجام دادن برای خارج کردن خودشون از این بنبست تروریستی که در واقع دارن بهشون فشار میارن از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا. چرا؟ چه جمهوری اسلامی باید داری محسن ایشونو بکشه؟ تروریست های حکومت رو تو آخر رفته پاشون ایستاده آزاد کرده، قاتل بختیار رو به تهران میره گل به گردنش میندازه، شهروندهای دیگر میگیره که تروریست هاشو در خارج به اصطلاح آزاد کنه. هیچ وقت جمهوری اسلامی بابت مظلوم نمایی یا اینکه ما تروریست نیستیم خیلی هم افتخار کرده به کارهایی که میکنه. همین الان خود شما اشاره کردید برای آزادی شهروند استرالیایی، آزادی 3 گروگانی که ببخشید 3 زندانی که داشته، 3 تروریستی که بوده، این گروگان رو آزاد کرده. چرا باید یه فخریزاده رو بکشه مظلوم نمایی بکنه؟ برای چی؟ ببینید جمهوری اسلامی همیشه خودش رو قربانی تروریسم معرفی کرده و این افرادی رو هم که در واقع الان آزاد شدن، ما و ایرانیانی که در خارج و داخل داریم مسئله رصد میکنیم به عنوان تروریسم معرفی میکنیم، در صورتی که جمهوری اسلامی اینا رو تروریست نمیدونه، اینا رو به عنوان یا دانشمند معرفی میکنه یا به عنوان بازرگان معرفی میکنه و همواره این موضوع رو منتفی میدونسته و ترورهایی هم که خودش انجام داده تحت پوشش در واقع حالا بین نیروهای امنیتی به نام ترور مقدس ازش نام میبرن و بعضی وقتا این ترور مقدس حالا در خارج از کشور مخالفین رو حذف میکنه، در داخل کشور هم میتونیم یک عنصری رو که در واقع به انتهای خط رسیده شده و دیگه به درد سیستم نمیخوره اینو حذفش میکنیم و میتونیم از مزایاش و از اخبارش و از در واقع فشاری که میتونیم بیاریم بر کشورهای اروپایی استفاده کنیم. به خاطر همین حذف فخریزاده برای جمهوری اسلامی منفعت بیشتری داشت تا بقای زندگیش که بخواد ادامه حیات بده. اما چرا برای اینکه یک مهره به گفته شما سوخته، اولا چرا سوخته و بعدم اگه قرار مهره سوخته رو فدا کنه، خب همین تروریست های خودش که بیرون هستن رو رها میکنه، اینه که سوخته تر از همه هستن. آیا اختلافاتی ممکنه در داخل باشه؟ حاضر به همکاری یا ادامه همکاری ها نشده های فخریزاده که در این زمینه هم نشانه هایی نیست، یا شیوه معمول جمهوری اسلامی هم بوده میرفت بمبی میذاشته جایی مردم عادی کشته میشدن، یعنی مردمی که به حکومت وابسته نبودن، بعد میگفتش که مثلا فلان سازمان یا فلان کسک این کار کرده؟ این شیوه ها رو دیدیم از جمهوری اسلامی، ولی اینکه آدم خودشو بکشه که مظلوم نمایی، بفرمایید. ببینین آقای چلنگی، در وضعیتی که جمهوری اسلامی در هفته گذشته قرار داشت و شرایطی که در واقع در ماهای گذشته با اون مبتلا شده، عملا در یک وضعیت ضعف قرار گرفته بود و بعدم 2-3 پرونده تروریستی که جمهوری اسلامی در آسیا و در اروپا در واقع داشت
اینها داشت به سمتی میرفت که با توجه به فشارهایی هم که میومد در رابطه با کشدار در واقع آبان ماه 98 جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف قرار میده و از این فرصت استفاده کردن فردی رو که به عنوان در واقع کسی هستش که در مراکز آموزشی سپاه به عنوان یه فرد نظامی داره تدریس میکنه و از طرفی با توجه به این که خود اسرائیل و نخست وزیرش در یک برنامه تلویزیونی اسم این فرد رو آوردن و از طرفی خود در واقع سازمان ملل هم اسم این فرد رو به عنوان کسی که تحریم مورد تحریم قرار گرفته مطرح کرده، نیاز داشتن یک فردی رو با یک همچین وضعیتی در واقع ترور کنن. این عمل رو در رابطه با سایر دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی انجام داده. شما افرادی که بعداً آزاد شدن علارغم اعترافایی که از اینها گرفته شد در تلویزیون پخش شد و الان ما آقای مازیار ابراهیمی رو داریم در آلمان که اومد اینو افشا کرد که ماها رو به زور تحت فشار قرار دادن و جرمی رو که نکرده بودیم پذیرفتیم. و اگر قرار بود در واقع اینها عوامل اسرائیل بودن پس چطور آزاد شدن و این فضاحتی که در واقع برای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی به وجود اومد. برای همین این خدمتتون میگم در آستانه اینکه حالا آقای ترامپ از کاخ سفید میخواد بره و آقای بایدن میخواد جایگزین بشه و صحبت‌هایی هست از اینکه در واقع بخوایم شروع کنیم به مذاکرات، جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیاز قائل به این هستش که افرادی رو با این وضعیتی که الان در واقع در مورد ایشون مطرح کردم حذف کنه تا بتونه از ثمرات در واقع اون استفاده کنه. آقای در واقع فخری زاده دیگه چیزی نداشته که بخواد در سیستمی که داره کار میکنه ارائه بده در رابطه با ساخت موشک یا بمب یا هر چی بوده. اطلاعات این ظرف این 20 سال در واقع منتقل شده و دیگه الان در واقع یک بار اضافی بوده که جمهوری اسلامی میتونه با حذفش ازش بهره برداری کنه برای اینکه در سطح بین المللی عنوان کنه که قربانی تروره و بتونه از این پرونده برای اینکه در واقع کشورهای اروپایی رو به سمت سوی خودش بکشه و حتی آمریکا رو هم در دوران بایدن تحت فشار قرار بده ازش امتیاز بگیره و بهره برداری. من به اجازه بفرمایید من بر اساس همین گفتهای پیشین خودتون این سوال میکنم که این فرمایش شما آیا یک نظر استنباطه یا بر اساس اطلاعاتی هم هست که با دوستانی در ایران در ارتباط هستید؟ ببینیم همینجور که ابتدای صحبتم عرض کردم با صحبتی که با دوستانمون داشتیم چند سناریو رو مطرح کردیم. یکی از همین سناریوها مهمان برنامه الان عنوان کرد که میتونه کار اسرائیل باشه، اما منفعتی که بخواد اسرائیل از حزب آقای فخری زاده ببره در این شرایط چه مقداره و اون مقداری که در جمهوری اسلامی اگر سبک سنگین کنی می‌بینیم منافع جمهوری اسلامی بیشتره در حزب یک همچین فردی که در واقع در سطح جهانی اسمش مطرح شده و مورد نظر در واقع سازمان ملل بوده، نهادهای امنیتی اسرائیل به دنبالش بودن و بخوایم اونو در واقع حذفش کنیم شاید به جمهوری اسلامی یک ضربه‌ای بخوره از بابت اینکه نهادهای امنیتیش دارای فضاهایی هستن که میتونن سایر نیروهای بیگانه ازش استفاده کنن، اما منفعتش برای جمهوری اسلامی برای مذاکرات پیش رو در چند ماه آینده میتونه اهمیت داشته باشه. این گفته‌ای بوده که در واقع در همین فضاهای خودمونی که با دوستان ما داشتیم مطرح شده و الانم من در خدمت شما بودم به عنوان یکی از سناریوها مطرح. بله، آیا این نیستش که آقای حیدری که حکومت فقیه در ایران، جمهوری اسلامی، حکومت الهی، نخستین حکومت الله برزم، هر عنوانی برش بدیم، آیا این نیستش که داره یک تشکیلات امنیتی داخلی هست که برای سرکوب آماده است و زدن و کشتن و بی محابا، اما از نظر سیستم دفاعی یا مثلا امنیتی و اینها در برابر ضد اطلاعات خارجی هر عنوانی برش بگذاریم بسیار ضعیفه، کما این که پیش از این اسرائیلی ها من هیچ نوع اطلاعی ندارم این ترور واقعا کاری کیه، ولی این آشکاره که کما این که اسرائیلی ها آمدن گونی گونی وسایل چی میگن اطلاعات اتمی رو بردن بیرون و حتی منتشر کردن، یعنی یه سیستم دوگانه برای سرکوب داخل و به اصطلاح درهای باز و این حکومتی که تا بیخ گلو هم افراد وابسته به این ورمون، برخلاف اون چیزی که آخوندها سالها گفتن اشداء مع الکفار رحماء بینهم، ما میبینیم که درست در این مورد به خصوص برعکسی به نحوی. آیا اینطور نیست؟ خب قاعدتا همین گونه است. جمهوری اسلامی یک سری نیروهایی داره که در داخل مردم ایران رو گروگان گرفتن و اجازه نمیدن که حتی یک راهپیمایی در سکوت انجام بدن و در این زمینه هم نشون دادن که در دیماه 98 عملا 1000 خورده جوان و مرد و زن ایرانی رو به خاک و خون کشیدن، فضای اینترنتی رو بستن و این اقدام رو انجام دادن.
و برای جمهوری اسلامی اصلا در فضای در بعد بین المللی هم آبرویی وجود نداشت. حالا دوستمون میفرمایند که برای جمهوری اسلامی خسارت داره. اگر یک دولت در واقع نرمال و عادی باشه، آره هر گونه از این اتفاقات، این ترورها میتونه از بعد اینکه کشورهای دیگه دارن نگاه میکنن و وضعیت جمهوری اسلامی و عدم وجود امنیت رو بررسی کنن، درسته. ولی جمهوری اسلامی اصلا قائل به این حرفو نیست برای اینکه بخوان دیگران در مورد چه تصوری بکنن. اونها اینو عنوان میکنن که ما به دنبال این هستیم که ایدئولوژی خودمون رو صادر کنیم، به دنبال هلال شیعه هستیم و در این رابطه صحبت از ترور مقدس میکنن و هر کسی رو در هر جایی میکشن و بعدم عنوان میکنن این ترور مقدسه و اونی که در داخل کشته میشه این تروره و ما قربانی ترور هستیم و در هر دو زمینه در واقع منافع خودشون رو میبینن. من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی عملا آبرویی داشته باشه که بخواد با این ترور قول گفتنی بگیم آقا این وضعیت نشت اطلاعاتی داشته یا اشرافات اطلاعاتیشو به هم خورده. اون به راحتی در داخل کشور داره جنایاتشو میکنه، مردم رو در گروگان گرفته و در خارج از کشور هم منتظر اینه که لابیهاش کارا رو انجام بدن تا بتونن حالا در دولت بعدی روابط رو دوباره جوری مهیا کنن، یه پولی به دست بیارن و ادامه حیات بدن. اینی که من اشاره کردم به اشد دائم الکفار، این حرف ملایان هست، یعنی این رو عنوان کردن و بقیه هم خب حکومت فقیه کفار میدونه، که همون که حتی مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان رو جز کفار بارها بر منبرم گفتند. چون این هست که به جز ملایان و وابستگان به اونها و ولایت مداران بقیه جز کفار هستند. آقای حیدری، آقای اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک محکوم شده که قصد داشته بمبگذاری در مقر یا تجمع سازمان مجاهدین خلق در فرانسه رو داشته به اتفاق همراهانی که بوده در بلژیک. از یه طرف دیگه ما میبینیم که به نحوی دولت‌های اروپایی هر از چنگای عملیات تروریستی جمهوری اسلامی رو عملاً نادیده گرفتن یا یک جور کنار اومدن با قضایی ها، یا شهرونداشون رو به اصطلاح دو تابعیتی ها رو به گروگان میگیرن و اونطور که باید واکنش نشون نمیدن، مثل دکتر جلالی شهروند سوئدی نیز هست. این مجموعه شما چطور تعبیر و تفسیر میکنه؟ آیا این سیاست همچنان میتونه ادامه پیدا کنه یا بفرم؟ آیت چالنگی، من قبل از این پاسخ این سوالتون رو بدم، تو اون بخش قبلی که صحبت شد ببینید در رابطه با اقداماتی که اسرائیل داره انجام میده، الان اسرائیل روزانه داره نیروهای جمهوری اسلامی رو در سوریه مورد هدف قرار میده، حتی پولی که جمهوری اسلامی فرستاده بود که برسه دست این نیروها رو میزنه و عملا جمهوری اسلامی هیچ اقدامی نمیتونه بکنه و نکرده تا کنون. پس بنابراین حزم این افرادی هم که به این عنوان حالا به عنوان دانشمند اتمی غیر حزم میشن، اینها در واقع پروسه ها و پروژه هایی که در داخل ایران خود نهادهای امنیتی اجرا میکنن و دنبال مسائل خاص خودشون هستن. اما تو بخش دوم سوالی که مطرح کردیم، جمهوری اسلامی از دهه 70 در واقع بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد، یک دستورالعملی رو به تمام سفارتخونه‌ها و سرکنسولگری‌هاش اعلام کرد که نسبت به ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارن و تابعیت کشورها رو گرفتن اقماس کنیم و چشموشی کنیم و ماده 989 قانون مدنی رو در قبال اونها اعمال نکنین و اینها رو در واقع با خوشرویی بپذیرین و بهشون گذرنامه ایرانی بدین تا اینها بتونن به ایران سفر کنن و از طرفی بتونیم تجار ایرانی که منابع مالی هم دارن در خارج از کشور، اونها رو برای طرحهایی که داریم در داخل ایران از اون پولها استفاده کنیم. اما بیشتر قضیه دنبال این بودن که بتونن از افراد نخبه و افرادی که در نهادهای در واقع کشورهای دیگه عضویت دارن در به عنوان کارمند، به عنوان پرسنل شرکت‌های خصوصی و دولتی کار می‌کنن، اونها رو بتونن از این طریق هم شناسایی کنن و در این رابطه در واقع افراد دو تابعیتی که به ایران برمیگشتن، اون بخششون که قابلیت اینو داشتن که به درد رژیم بخوره با اونها وارد مذاکره می‌شدن و ازشون در واقع درخواست‌هایی می‌شد که در بازگشت اونها باید در واقع اون مسیر رو ادامه می‌دادن و اگر مخالفت میکردن مواجه میشدن به همین افراد دو تابعیتی که الان شما میبینید که بعضا در زندان ها هستن و دارن دوران محکومیت رو میگذرونن و بعضی ها حتی به پای اعدام رسیدن. البته این افرادی که بعضا به پای اعدام میرسن افرادی هستن که اینها سرشناستر شدن و در فضای رسانه‌ای بولد شدن و اینها رو در واقع رژیم به دنبال اینه که امتیاز بگیره در قبال آزادی برخی از افرادی که در خارج از
کشور در مسائل تروریستی شرکت داشتن، مثل همین آقای اسدی که الان رژیم داره تمرکزش رو روی آقای جلالی افزایش میده، همچنین در مورد آقای حمید نوری که در سوئد در واقع دستگیر شده و پروندهش در حال رسیدگی که تا بتونه در قبال آزادی این افراد دوتابعیتی که حالا به نوعی مورد نظر مقامات اروپایی هستن بتونن نیروهای خودش رو برگردونه به داخل کشور. یعنی این در واقع برای کشورهای اروپایی واضح و روشنه، کما اینکه بعد از دادگاه مینیکونوس مقامات اروپایی و اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی التیماتوم دادن که هیچ گونه دیگه تروری از ایرانیان مخالف در داخل این کشورهای اروپایی نباید انجام بشه و حتی اگر کشته شدن قاضی جمهوری اسلامی رو در رومانی در نظر بگیریم، این قاضی رو به نوعی از آلمان به سمت در واقع بلوک شرق هدایتش کردن تا اونجا در واقع بتونن سربنیستش کنن. در واقع جمهوری اسلامی کارهایی که داره انجام میده و افرادی که معرفی میکنه توسط خود کشورهای اروپایی کاملا آشنا هستن و میدونن که فردی که برای کار اطلاعاتی اومده چه فردیه. اما موضوع مماشات دولت‌های اروپایی هست آقای محمد رضایی دری، آیا هنوز هم همون مماشاتی هست، همون کنار اومدن با ترورهایی که شده؟ شما به میکونوس اشاره کردید، ولی خیلی از قاتلانی که دست داشتن در میکونوس و جاهای دیگه رو حتی اسکورت کردن تا فرودگاه فرستادن و بردن، پلیس اتریش، قاتلان قاسملو و بقیه رو. الان چی؟ الان های منظر تغییری نکرده؟ الان هم در واقع در رو همون پاش نمیچرخه. کشورهای اروپایی هنوز بعد از 40 سال، هنوز 42 سال هنوز دارن با همون رویه مماشات خودشون با جمهوری اسلامی به خاطر منافعشون راه میان. در 4 سال گذشته که دولت ترامپ فشار حداکثری رو افزایش داده رو جمهوری اسلامی و به تنهایی آمریکا داشت تحریم ها رو اعمال میکرد، کشورهای اروپایی همواره به دنبال این بودن که جمهوری اسلامی رو پای برجام داشته باشن تا بلکه بعد از رفتن ترامپ بتونن مسیر رو هموار کنن برای تجارت خودشون و برای رفت آمدهایی که با جمهوری اسلامی دارن. در سال 67 هزاران نفر رو جمهوری اسلامی به فتوای خمینی در واقع در زندان‌های جمهوری اسلامی کشتن و اروپایی‌ها سفارتخونه‌هاشون دایر بود در داخل ایران ولی هیچ اقدامی نکردن. الان هم در واقع وقتی امنیت خودشون به خطر میاد گاهن گوش جمهوری اسلامی رو میگم در قضیه میکونوس گرفتن، حتی سفراشون رو احضار کردن و جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشتن. اما بعد از اون جمهوری اسلامی نوع دیگری از ترورها رو داشت انجام میداد، از طریق کارهای در واقع بیولوژیکی داشت میرفت جلو و کشورهای اروپایی هم به نوعی باش باز همکاری کردن. در همین مورد اخیر که آقای اسداللهی رو دستگیر کردن، کاری که در واقع یک 3 تا 4 تا گروه امنیتی از 4 کشور با هم همکاری کردن و ایشون رو در هنگام تحویل مواد منفجره به 2 فرد ایرانی دیگه در واقع شناسایی کردن، دستگیر کردن و الان هم جمهوری اسلامی گردن نمیگیره، هنوز میگه این آقا بیگناهه و فشارهای دیپلماتیک خودش رو از طریق سفراش داره به کشورهای اروپایی وارد میکنه تا در قبال این دو تابعیتیایی که داره و به کشورهای اروپایی مثل خانم زاغری، مثل آقای در واقع جلالی که الان پای اعدام در واقع حکمش اومده و افراد دیگه ای رو که به نوعی میشناسن و اینها بولد شدن توسط رسانه ها، اینها رو میاد معاوضه میکنه و این اروپایی کاملا با میدونن دارن با یه کشوری که حالت در واقع تروریستی به خودش گرفته، اگر یه گروهی مثل الشباب یا بوکو حرام بیاد این کار انجام بده، خب یه گروه تروریستی به خاطر منافعی که میخواد ببره پول یا اسلحه میاد مبادله گروگانی میکنه. اما جمهوری اسلامی به عنوان یه دولت 40 سال داره این کار انجام میده و هیچ کار نه اروپا و نه آمریکا به صورت شدید با جمهوری اسلامی برخورد نکردن. اگر بار اول سر گروگانگیری در واقع گروگانهای آمریکایی که 444 روز در ایران اینا گروگان بودن با شدت مدت برخورد میشد، خب جمهوری اسلامی رویه رو کنار میذاشت، وقتی دید میتونه امتیاز بگیره ادامه داره. و یه بحثی هم که کنار این هست، خب این در واقع میتونیم صحبت آقای کلانتری رو هم، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور هم مطرح کنیم، معاون حسن روحانی رو که در مصاحبه گفت آقای خمینی فرزند ناخلف آمریکاست. یعنی خود آمریکا و اروپا به نوعی به دنبال این بودن که منطقه خاورمیانه به این وضعیت در واقع اسفناک برسه تا اونا بتونن از این آب گلالود ماهیای خودشون رو خب ایشون این حرفشو بعدن پس گرفت و برحال اشاراتی داشت به مذاکرات پنهانی که وجود داشت بین دولت کارتر و انقلابیون ایران اطرافیان آقای خمینی که میدونیم این ریشه‌های دراز داره، در زمان کندی هم مکاتباتی انجام شده و آقای ابراهیم یزدی هم
داستانهای مفصلی از من برخیشو اشاره کردن در کتاب خودشون هم تا یه جایی یه مسائلی مطرح کردن. اینجا در سال 98 هم پرسشای من داشتم از ایشون در جلسه ای که بودن حاضر نشدن جواب بدن و جلسه هم بقیه به هم زدن. به هر حال آقای ابراهیم یزدی که معلوم نبود از کجا بر عرصه زندگی مردم ایران نازل شد و کرد آنچه که دیدیم، بنیانگذار دادگاه های انقلاب عملا ابراهیم یزدی و دستیاران و همراهان او، همراهان هابرماس خانه او. سپاس بسیار آقای حیدری گرامی در اسلو نروژ، با سپاس بسیار.